از روی توست ماه اگر اینسان منور است، از عطر نام توست اگر گل معطر است. آن چهره مشعشع و آن دیده پرآب، شأن نزول سوره و شمس و کوثر است. بال و پر فرشته آمین براه توست، امر محال اگر تو بخواهی میسر است. نامت دو بار در صلوات آمد و مدام از هر زبان که میشنوم نامکرر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما خوبان، خواهران و برادران عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی تلویزیونی تمدن و برنامه عارفانه. خوشحال هستیم که امروز هم توفیق داریم مهمان خانه های پرمهر شما عزیزان باشیم و ایام ولادت با سعادت پیامبر رحمت را محضر همه شما دوستداران آن پیامبر نازنین و والا مقام تبریک و تهنیت عرض میکنیم و انشالله امروز هم به همین مناسبت صحبت هایی را در باب تجلی خدا باوری و خدا پروایی در رفتار پیامبر رحمت خواهیم داشت و بهره میبریم از سخنان ارزشمند برادر عزیز و بزرگوارمان جناب حجت الاسلام سید قاسم سجادی. استاد عرض سلام دارم خدمت شما و از حضرت عالی تمنا میکنم مثل همه برنامه‌های عالی که داشتین برنامه را با دعای سلامتی حضرت آغاز بکنین. در خدمتتون هستم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با عرض سلام و ارادت محضر مبارک شما یکایک سروران عزیزی که در اینجا دستندر کارند و بینندگان نهایت عزیز و گرامی و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت این ایام فرخنده که فرخنده ترین ایام زندگی ماست، میلاد پیامبر نور و رحمت و میلاد بیان کننده حقایق و زنده کننده شریعت مولای من جعفر ابن محمد صادق علیه السلام که این ایام فرخنده رو به محضر مبارک مولای من صاحب الاصل و زمان روح و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا همه مسلمانان عالم عرض تبریک و تهنیت دارم. انشاءالله ایدی ما ظهور امام زمان من باشد انشاءالله. بحثی رو که در خدمت بینندگان عزیز بودیم، آثاری دین، آثار خدا باوری و خدا پروایی در زندگی خانوادگی و اجتماعی، امروز به یاری خدای عز و جل میخواهیم تجلیات از این خدا باوری و خدا پروری را در رفتار وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم با بینندگان عزیزمان در میان بگذاریم. البته اون چی که عرض میکنیم به عنوان یک فهرسته گسترده مطالب به صورت وافر انشاءالله خدا عنایت کند در جلساتی که در خدمتتون باشیم. ببینید خدا باوری و خدا پروایی از خودش آثاری داره. یکی از آثار خدا باوری به جا آوردن شکر خدای عزوجل است. حالا تجلی این شکر را در زندگی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ببینیم. از خلیفه دوم روایت شده، گفت وارد شدم بر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقا به شدت تب داشتن، بیمار بودن. عرضه داشتم ما اشد وعکه، وعک تب و لرز رو میگه عرب ها، یا حماکه تب بتنهای یا رسول الله. آقا رسول الله این پیامی رو دادن که آدم در همه حال باید شکرگزار خدای عز و جل باشه. فرمودن فلانی این بیماری و این تبی را که به من میبینی، ما منعنی ذالک ان قرأت 30 سوره فیهن 7 طوال،
گفت این بیماری مانع نشد که من در امشب 30 سوره از قرآن کریم نخوانده باشم. اون هم 30 سوره ای که اون 7 سوره طولانی قرآن کریم جز این سوره 30 سوره بوده. این آقا میگوید که عرضه داشتم یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای شما، خدا بهشت رو بر شما واجب کرده، شما این گونه خود رو به زحمت میاندازین؟ آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شکرگزاری نباشم؟ هرچی نعمت هست از جانب خدای عزوجل هست، آیا بنده شکرگزاری نباشم؟ پس یکی از تجلیات خدا باوری شکر است در زندگی انسان، که در آینه رفتار آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این شکر رو به این زیبایی می‌بینیم. دومین اثر خدا باوری در زندگی انسان مسئله سخاوت هست. بله. که امروز می‌خواهیم این سخاوت رو هم در آینه رفتار آقا رسول الله تجلیش رو نظاره کنیم. جناب جابر نقل می کند لم یکن یسأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئا قط فیقول لا. هیچ وقت نشد کسی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی بخواهد و پیامبر نه بگوید. این سخن رو جابر علیه رحمت و رضوان که از صحابه جلیل القدر نقل کرده، البته بقیه صحابه هم نقل کردن، مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هم نقل فرموده این سخن را. بعد یک شاعر عرب زبانی هم این رو به شعر در آورده که اگر پیامبر شهادتین رو نمی گفت اصلا کلمه لا بر زبان جاری نمی کرد، بجز در شهادتین در جای دیگه پیامبر کلمه لا بر زبان جاری نمی فرمود. اثر دیگر خدا باوری در زندگی انسان شجاعته. آدمی که خدا رو باور داره آدم شجاعیه. بعد در زندگی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تجلی اون رو وقتی نگاه کنیم، امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید اجرع الناس صدرن، با جرأت ترین مردم، شجاع ترین مردم خود وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. بعد با یک بیان دیگر بیشتر این مطلب رو امیر مؤمنان علی علیه السلام توضیح میداد. شما ببینید در تاریخ بشریت، نه در تاریخ اسلام، در تاریخ بشریت فقط یک قهرمان ثبت شده که زره او پشت نداشته و اون هم امیر مؤمنان علی علیه السلامه، چون هیچگاه پشت به دشمن نمیکرد. حالا ببینید امیر مؤمنان علی علیه السلام از شجاعت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه یاد میکنند، میفرماید که کنا اذا احمر البعث، هر وقتی کوره جنگ خیلی داغ میشد، دو تا لشکر به همدیگر حمله ور میشدند، اتقینا برسول الله صلی الله علیه و آله، ما به پیامبر پناه میبردیم و هیچ کس از پیامبر نزدیکتر به دشمن نبود. این جرأت، این شجاعت اثر خدا باوریه. ما همونطوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسوه و سرمشق و الگوی زندگی ماست، باید این درس ها رو از زندگی آقا رسول الله بگیریم که اگر خدا باور و خدا پروا شدیم، اثر خدا باوری و خدا پروایی به وجود آمدن شجاعت در قلب ما، در دل ما، در روح ماست. مسئله دیگه مسئله صداقت، راستی. راستی در گفتار و کردار خیلی مهمه. هم آدم در کردار خود راست باشه، هم در گفتار خود. راستی هم این اثر خدا باوری، آدمی که خدا رو باور داره و از خدا میترسه، خدا پرواز، تقوا داره، این رفتار خودش رو هم راست میکنه و گفتار خودش رو. امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با آقا رسول الله میفرماید اصدق الناس لهجتن، صادق ترین مردم در سخن. دو ویژگی از ویژگی های خاص آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده که حتی دشمنانش هم قبول داشتن، یکی امانت، یکی صداقت.
لذا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وقتی از مکه معظمه مهاجرت میکنن، امیر مؤمنان علی علیه السلام رو اونجا میگذارن تا امانت های مردم رو به اونا برگردونه. یعنی پس از 13 سال از بعثت آقا مهاجرت میکنه. در طول این 13 سال مردم مکه با آقا دشمنی کرده، اما باز هم همه باور داشتن امانتداری آقا را، امانت های خودشان رو به آقا میسپردن. مسئله دوم صداقت که خیلی عجیبه، حالا انشاءالله در جلسات بعدی مطرح کنیم که این صداقت در خانه چی نقشی میتونه داشته باشه، در زندگی خانوادگی امانت در زندگی خانوادگی میتونه چی نقشی داشته باشه. حتی ابولهب ها خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم مطرح میکنه که اینا گفتن ما تو را دروغگو نمیدانیم، اما اونچه که بر تو نازل شده او را دروغ میدانیم. چرا؟ چون اگر اون پیامبر را کسی میگفت دروغگو، کسی باور نمیکرد. ببینید، اما این صداقت چیزی نیست به جز تجلی خدا باوری و خدا پروایی. یکی دیگری از تجلیات خدا باوری خدا پروایی مسئله وفا هست، یعنی پابند بودن به اون چی که تعهد کردیم، پابند بودن به اون چی که میگوییم، پابند بودن به اون چی که باور داریم. البته وفا خودش دامنه گسترده ای داره. باز امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با پیامبر اکرم میفرماید اوفاهم ذمتن، با وفاترین انسان خود وجود نازنین پیامبر خاتم بوده صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزاری میکنیم، اشاره زیبایی داشتین. او شبی که در واقع پیامبر اکرم حتی تب داشتن، تلاوت قرآن را فراموش نکردن. شاید درسی برای ما هم باشه. اگر اجازه شما باشه آیاتی از قرآن کریم هم تلاوت بکنیم و مجلس را منور بسازیم. برمیگردیم محضر انور شما. همراهان عزیز، آیاتی از صفحه 117 قرآن کریم به تلاوت میکنیم به نیت فرج حضرت صاحب الامر و برمیگردیم محضرتون انشاءالله خواهیم بود. انشاءالله از همه شما سروران عزیز قبول باشد. آیات قرآن تلاوت کردیم. انشاءالله برای همه ملتمسین دعا و مخصوصا برای فرج صاحب الامر خیلی دعا بکنیم. در مورد تجلی تقوا و ایمان در رفتار پیامبر اکرم صحبت میکنیم. اشاره داشتیم به یکی از صفات ویژه و ارزشمند ایشان که وفاداری است. خالی از فایده ندانستم که دو دقیقه مختصر وقت از حضرت علی و دوستان را بگیریم انشاءالله. اما روایت میکند قبل از اینکه مبعوث بر رسالت شود پیامبر اکرم، با هم قرار گذاشتیم، چون با توجه به اینکه چوپانی میکردیم یک جای را انتخاب کردیم تا فردا گوسفندا را برای چرا اونجا در واقع بیاریم. فردا یک روز که ما آمدم دیدم پیامبر اکرم با گوسفندانش آمده، اما گوسفندا را رها نکرده روی چراگاه. ازش وقتی سوال کردیم کاشف به عمل آمد که من پیغمبر با شما در واقع عهد و پیمان بسته بودم که با هم گوسفندانمون را رها بکنیم و همه استفاده بکنن. به همین خاطر منتظر شما بودم. این نمونه از وفاداری آن پیامبر نازنین و پیامبر نور و رحمت هست. انشاءالله بیشتر در محضر جناب استاد سجادی هستیم. استفاده میکنم از شما استاد. خدا باوری یکی از تأثیراتی که داره در اخلاقیات انسان، خصوصا نرم خویی. ببینید خدا ارحم الراحمینه، این خیلی معنا داره که آغاز هر سوره از قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم. خدا نام های متعددی داره. چطور آغاز هر سوره بسم الله الرحمن الرحیمه؟ به خاطر که ما با رحمت خدا، با مهربانی خدا آشنا شیم و این تجلی رحمت و مهربانی خدا در زندگی ما دیده شده. یکی از تجلیات خدا باوری رحمت و مهربانی آثار خدا باوری که تجلی ای رو در وجود نازنین پیامبر خاتم امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه بیان میکند، الینهم عریکتن، آقا رسول الله نرم خوترین انسان ها بوده. بحث دیگر حسن معاشرت. آدم وقتی در جامعه هست با کسانی که در رابطه هست باید نیکوترین برخورد را داشته باشه. در خانواده خودش آدم باید نیکوترین برخورد را داشته باشه. حسن معاشرت، حسن معاشرت هم این هم باز تجلی خدا باوریه. هر اندازه ای که آدم خدا باوری انسان بهتر باشه، خدا پروایی در وجود انسان باشه، آدم حسن معاشرت پیدا میکنه. حسن معاشرت در آینه زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اکرمهم عشیرتن عشرتن، آقا رسول الله بزرگوارانه ترین
زندگی اجتماعی و برخورد اجتماعی را داشت. بعد حضرت علی یک مقدار به تفصیل سخن میگویند، میفرماید من رآه بدیهتا هابه. هر کس مرتبه اول آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را میدید تحت تأثیر آقا قرار میگرفت، تحت هیبت آقا قرار میگرفت. منتها و من خالته معرفتا احبه. هر کس با پیامبر دو مرتبه نشست و برخاست میکرد، خانه قلبش مالا مال از محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میشد. اون خلق نیکو، اون نرم خویی، اون کرامت در عشرت جای خودش رو در دلها باز میکرده. خیلی نمونه هایی داریم. زنی آمد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسئله بپرسه، تحت تاثیر قرار گرفت، زبانش به لکنت افتاد. اونجا یک بوزی بود، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلند شد، از پستان های بوز گرفت، شروع کرد به کشیدن، گفت مادر من هم فرزند زنی هستم که از پستان بوز شیر میدوشه. این زن خیلی راحت شد، خیلی آرام شد، صحبت های خودش رو چی بتونه با آرامش مطرح کنه. یک برخورد این گونه، هر کس که با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشست و برخاست میکرد، محبت آقا رسول الله در قلب او جای میگیرد. محبت واقعا معجزه میکنه. اگر در زندگی خانوادگی محبت باشه، اگر در زندگی اجتماعی محبت باشه، این خانواده و این جامعه یقینا به سعادت میرسه. که خدای عزوجل با جلوه رحمانی و رحیمی خودش رو به ما معرفی میکنه. بحث دیگر تأثیرگذاری. ببینید ما روایات در اینجا خیلی داریم. هر کس که مطیع خدای عزوجل باشه، خدای عزوجل در وجود او تأثیرگذاری عطا میکنه. حالا جلوه این تأثیرگذاری در رفتار آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه نقل میکنه: کان مجلسه مجلس علم و حلم و حیاء و وقار. خیلی وقت آدم در یک مجلس میشینه هیچ چی گیری آدم نمیاد، اما جلسه پیامبر چنین جلسه ای بود. هر کس هم نشین آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشد، در اون جلسه علم بود، در اون جلسه حلم بود، در اون جلسه حیا بود و وقار و شخصیت، ارزش، سنگینی. مطلب دیگری که انشاءالله این یک مقدار مفصل تر مطرح کنیم، حرمت نگه داشتن. ببینید کسی که خدا باور و خدا پروای حرمت دیگران را نگه می‌داره، اما تجلی او رو در حیات نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که واقعا آدم لذت می‌بره. لم تکن رکبتا تتقدم رکبتای جلسه. اون زمان که مبل و اینا نبود، صندلی مردم رو زمین روی فرش می‌نشست. آقا رسول الله در جلسه‌ای که می‌نشست سعی می‌کرد زانویش از زانوی کسی جلوتر نباشه، یعنی با دیگران برابر بنشینه، حرمت همه را نگه داره. یک نمونه. بعد خیلی مطالب جان، کانه یقسم لحظاته بین اصحابه. در جمعی که نشسته بود به چهره همه مساوی نگاه میکرد. اینطور نبود که به یکی بیشتر نگاه کنه، بیشتر توجه کنه دیگران را. حتی آقا رسول الله نگاه های خودشان را عادلانه تقسیم میکردن. ولم یبسد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجله بین اصحابه. ما گاهی میبینیم خصوصا در میان ما متاسفانه آقا در مسجد هم نشسته، پای دراز کرده نشسته، در مجلس با عبدالله حسین علیه السلام، اما آقا رسول الله هیچگاه اتفاق نیفتاد در جمع اصحاب خود پای خودش رو دراز کند و بنشیند. چقدر احترام، نگه داشتن احترام. و کانه یک کسی می آمد با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست می داد. مقام آقا رسول الله، جایگاه آقا رسول الله یک جایگاه خاصه. آقا رسول الله دست خود از دست او نمی کشید تا زمانی که او دست خود رو از دست آقا رسول الله بکشه، به خاطر رعایت حرمت او، کرامت او. ای کاش ما به این مسائل فکر کنیم و از این برخوردهای آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درس بگیریم. ان شاء الله صد دعا بفرمایید که توفیق داشته باشیم، ان شاء الله عملی بکنیم. از نظرتون یک فرصت مختصر میگیریم، برمیگردیم، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. عزیزان، به اتفاق شما عزیزان و دوستان پیامبر اهل بیت، ان شاء الله یک کلیپ خیلی مختصر و کوتاه را میبینیم و امیدوار هستیم توفیق اطاعت و بندگی خالصانه و بی‌ریا را داشته باشیم. برگردید، در خدمت شما خواهیم بود.
با افتخار محضر شما عزیزان قرار داریم با موضوع تجلی ایمان و تقوا یا خدا باوری و خدا پروایی در رفتار حضرت پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله در خدمت جناب سجادی عزیز هستیم. صبح بخیر. امیر مؤمنان علی علیه السلام یک بیانی دارند، میفرماید هرچه انسان پی به عظمت خدای عز و جل ببره، تواضع و فروتنی در انسان بیشتر می شود. یکی از آثار خدا باوری تواضع و فروتنی است. انسان وقتی متواضع شد، سعی میکنه با دیگران یک نواخت زندگی کنه، در کارها مشارکت داشته باشه. حالا تجلی تواضع و فروتنی و مشارکت با دیگران را در گفتار و رفتار آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببینیم. جریان جالبیه. آقا رسول الله با جمعی از یارانش به مسافرتی رفته بودند. یاران پیشنهاد شد بالاخره به توافق رسیدن یک گوسفند بگیرن ذبح کنن و خب مسافر یک مقدار خودشان رو تقویت کنن. وقتی برنامه شد برن یک گوسفند بگیرن، یک کس پیش قدم شد گفت که علی ذبح، من ذبح میکنم. یکی گفت علی سلخه، من پوست میکنم. یکی گفت به قول افغانی توته توته میکنم. یکی هم گفت علی تبخ، من پخته میکنم. اون کارهای خوب محترمانه تر هر کس انتخاب کرد. آقا رسول الله فرمود که با عهده من است که برم هیزم جمع کنم. هیزم جمع کنم. گفتن یا رسول الله فدایت شوی ما چرا؟ آقا رسول الله فرمود که میدانم شما این کار را انجام میدهید، اما مطلب اینه ولکن الله یکره من عبده اذا کان مع اصحابه، ولیکن خدای عزوجل خوش ندارد از بنده خودش که وقتی در میان یک جمعی باشه او کار نکنه. همه باید. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله شعارم نمیدادن، بلند شدن رفتن هیزم جمع کردن. این فروتنی، این تواضع، این مشارکت. خیلی وقت هست ما در خانه خود یک دست دراز کنیم، ننگ ما میه، آر داریم از این که اهل خانه رو کمک کنیم. چقدر دوریم از زندگی ها. خیلی باید در این موارد تأمل کنیم. آقا رسول الله می فرماید خدا خوش نداره. هر کی باشی بالاخره باید با دیگران همکاری کنی، مشارکت داشته باشی در برنامه. این یک مطلب. مطلب دیگر، ممکن یک وقتی یک اشتباهی، یک خطایی، یک ناسنجیدنی از کسی سر بزنه. اینجا اگر انسان واقعا خدا باوری و خدا پروایی داشته باشه، همونطوری که خدا ستاره، همونطوری که خدا غفاره، این در وجود انسان تجلی میکنه. جریانی انس که خادم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، آقا رسول الله میگه خب روزه زیاد میگرفته، غالبا موقع افطار یک شربتی بود با او افطار میکردن، گاهی برای سحر هم یک شربتی داشتن، گاهی هم افطاری و سحری یک شربت. یک شب گفت این شربت رو آماده کرده بودم. آقا رسول الله یک مقدار دیر آمدن. من پیش خود نشستم و بالاخره سبک سنگین کردم، گفتم حتما آقا جای مهمان بوده افطار کرده، شربت خودم خوردم. بعد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که تشریف آوردن، از یک یاران پرسیدم، گفتم آقا جای مهمان بود؟ گفت نه. آقا افطار کرده؟ گفت نه. گفت اصلا بلا حول ولا افتاده که حالا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بفرماین شربت رو بیارین و من شربت رو خوردم چه کنم. میگه اون شب معلوم نیست چگونه سپری شد، ولی تا امروز پیامبر یک مرتبه هم به من نگفت که فلانی چرا اون شربت رو اون شب خوردی و من همونطور گرسنه ماندم. ببینی گاهی ما یک نقطه ضعف میبینیم، صد مرتبه یادآوری میکنیم از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چشم پوشی رو یاد بگیریم. گاهی با یک کسی مواجه میشیم در زندگی، آدم نادانیه، چگونه باید با او برخورد کنیم؟ نقل شده آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روزی سمت مسجد میرفتن، یک عربی، خب ببینید این محیط زندگی روی آدم تأثیر داره. کسی که در اطراف زندگی میکنه بیشتر با حیوانات و اینا، یک مقدار خشن هست برخوردش. یک عربی از راه رسید و دست انداخت عبای آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو گرفت، محکم کشید، طوری که عبام چون پشمی بود اثر کرد روی گردن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نام آقا رو گرفت بدون این، گفت بده از اون چی که مال خدا پیش دوست. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تبسمی کردن و فرمودن بده این را.
ببینید برخوردشونه، یک لبخندی فرمود بدین رو، و همین لبخند پیامبر چقدر سازنده خواهد بود. شاید همین یک لبخند خلق خوی اون عرب را کاملا دگرگون و عوض کنه. مطلب دیگر است در زندگی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که برای من خیلی زیباست. حالا ببینید در هر حالی دوری کردن از فحش، دوری کردن از بدزبانی، جریان عجیبیه. یهودی هم که شما میدانید مردم های عجیب و غریبی هستن. یک روز مرد یهودی آمد، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم اتفاقا در خانه بی بی عایشه بودن، وارد شد گفت سام علیکم، سلامون علیکم یعنی درود بر شما، سام علیکم یعنی چی؟ مرگ بر شما. آقا رسول الله فقط همینقدر فرمودن علیکم. یهودی دوم آمد سام علیکم، برنامه ریزی کرده بودن که حالا از این سوژه لفظ استفاده. آقا رسول الله فقط فرمودن علیکم. یهودی سوم که آمد دیگه بی بی عایشه حوصلهش تمام شد، گفت و علیکم السلام اخوان القرده والخنازیر، ده تای دیگر ردیف کرد، خوب سزایشان داد به اصطلاح. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا عایشه لو کان الفحش مثلا لکان مثال سوئین، فحش اگر مجسم شو بسیار یک شکل قواره بد داره، یعنی آدم حتی در رویارویی با دشمن خودش هم الفاظ نادرست رو بر زبان جاری نکنه. متاسفانه صد متاسفانه ما گاهی با دوستان خود از الفاظ بد استفاده میکنیم، گاهی در میان اونم الفاظی که حق بود، اون چی که بی بی عایشه میگفت درست بود، اونا اخوان بالاخره قرده بودن، اما آقا رسول الله نمیپسنده. خب آخرین مطلبی که عرض کنم، خدا باوری و خدا پروایی انسان رو بهرمند از مهربانی میکنه، این قلب نرم میشه همونطوری که خدای عزوجل مهربانه. این داستان بسیار جالب و شنیدنی از حیات نورانی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تجلی این مهربانی در وجود پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از دوستان آقا رسول الله آمدن محضر مبارک، دیدن پیراهن آقا یک مقداری کهنه شده. خب یک دوست داره که بهترین چیزا برای دوستش باشه. بله. 12 درهم به عنوان هدیه فرستادن محضر مبارک آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تقاضا کردن که آقا یک پیراهن جدید برای خودتون تهیه کنید. آقا رسول الله هم 12 درهم را دادن به امیر مؤمنان علی علیه السلام برای آقا رسول الله یک پیراهن تهیه کنند. گاهی واقعا محبت اختیار را از دست آدم میگیره، نه که حضرت علی علیه السلام در وادی وارد نباشه، آمد تمام 12 درهم را یک پیراهن خرید، یک پیراهن خیلی خوب، چون آدم دوست داره، اونطور عرض کردم بهترین ها برای کسی باشه که دوستش داره. وقتی پیراهن رو آوردن آقا رسول الله فرمود که علی جان پیراهنی غیر این رو دوست دارم، آیا مغازه‌دار دکاندار معامله رو فسخ میکنه؟ آقا فرمود نمیدونم. با هم حرکت کردن رفتن سمت بازار، وقتی میرفتن دیدن یک کنیزه که گوشه ای راه نشسته گریه میکنه. آقا رسول الله فرمود چرا گریه میکنه؟ یا رسول الله خانواده به ما گوشت پول داده بود گوشت بخرم، پول رو گم کردم. آقا 4 درهم به ای داد برو گوشت بخر، 8 درهم چی؟ باقی مونده. آمد وارد بازار، آقا رسول الله با 4 درهم یک پیراهن خرید، پیراهن روی لباس خودش پوشید، گفت الحمدلله. از بازار بیرون میشه دید یک بنده خدای لباس مناسب نداره، میگه این مسلمانه، هر کس که مرا پیراهنی بپوشانه خدا او رو بپوشانه. پیراهن پیامبر پیراهن روی لباس پوشیده بود، در آورد داد به سائل، او پوشید خدا را شکر کرد. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برگشت یک پیراهن دیگر خرید و 4 درهم پیراهن رو خرید، از بازار بیرون آمد، آمد دید که کنیز هنوز نشسته. چرا نشسته؟ یا رسول الله تأخیر شده، میترسم من رو آزار و اذیت کرد، کجاست خانه بره؟ با کنیز آمد در خانه، 3 مرتبه آقا رسول الله سلام کرد، اونا بار سوم جواب گفتن. آقا رسول الله فرمود چرا بار سوم؟ گفت دوستشون بیشتر با ما سلام. آقا فرمود این کنیز رو
یک وقتی نکوهش نکنه. گفتن یا رسول الله به خاطر قدم های شما کنیز رو در راه خدا آزاد کردن. آقا رسول الله تبسم کرد فرمود پول با برکت تر از این ندیدم. دو نفر پول برهنه پوشیده شد و کنیز در راه خدا آزاد شد. درود خداوند بر شما. انشالله استاد دعا بکنید که توفیق داشته باشیم، انشالله عمل بکنید به یاد دستورات ارزشمند ناب. از محضرتان کمال سپاسگزاری داریم. تشکر از شما. خدا حفظتان کنه. همراهان عزیز، از نگاه های شما عزیزان هم سپاسگزاری میکنیم. از همه شما عزیزان خالصانه و عاجزانه التماس دعا داریم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الامر و الزمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.